دوستان عزیز یه لحظه لطفاً توجه کنید. امروز ساعت 6 فراخوان داده شده، هم ما هم دوستان دیگه اون طرف، و هنوز میدونید 40 دقیقه مونده، تعداد زیادی جمع شدن و طبیعتاً اینجا جمعیت زیادی خواهد بود. دوستان اون طرف از نمایندگان پارلمان دعوت کردن و یه سری نمایندگان دولتی که کار خیلی جالبی هستش و طبیعتاً میدونید دیروز دولت کانادا بیش از 10,000 نفر از پاسدارا رو گذاشت در لیست که دیگه نتونن بیان. اینا خیلی خوبه ولی اصلا کافی نیست. ما خواهان این هستیم که سپاه پاسدارا رو در لیست تروریستی قرار بدن، جمهوری اسلامی رو بایکوت کنن. تروریست must be on the list. نمایندگان مجلس اینجا باشن صحبت کنن، چون کسانی هستن که سمت ما هستن تا حدودی و میخوان که سپاه پاسداران رو بذارن تو لیست تروریستی. برای ما خیلی مهم هستش. IRGC تروریست must be on the list. IRGC تروریست must be on the list. چند لحظه من میخوام وقتتون رو بگیرم بگم ما اینجا از هر مذهبی، هر عقیده ای، از هر نظری جمع شدیم و تماممون متحد و یک پارچه و یک دست میخوایم که تمام عزیزانمون داخل ایران که دارن جلوی گلوله سینه سپر کردن، حتی کودکان رو رحم نمی کنن، می کشن زنان و مردان رو زندانی می کنن، همه جمع شدیم برای یه هدف مشترک. دست همدیگر رو میگیریم، متحد میگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. اون چه که امروز زنان در جامعه ایران میکنن
خودش داره میبینه. دانشجویی که در دانشگاه شریف محاصره میشن و مورد ضرب و شتم و کشتن قرار میگیرن، فرزندان اون جامعه هستن که از طبقه کارگر، از طبقه زحمتکش، از نسلی هستن که رژیم اسلامی رو به زمین خواهند کشید. شاعر و هنرمند شهرمون سفرداد گرگین اینجا هستش، یکی دوستان رو صدا میکنن. ما یه قطعنامه‌ای داریم که در چندین شهر در جمعیت چند هزار نفری ونکوور و جمعیت شهرهای سوئد و آلمان خونده شده. این قطعنامه هم به انگلیسی هست هم به فارسی. انگلیسیش را جناب استراکی که کاندید حزب NDP بودن میخونن و فارسی خود سفرداد. ولی چند تا شعار میدیم و من از سفرداد میخوام که این قطعنامه را بخونه. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خان اش ویران باد. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بسیزد؟ تظاهرات کنندگان در تورنتو شنبه 8 اکتبر سال 2022، ما شرکت کنندگان در این تظاهرات همه مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و حکومت ضد زن می باشید. آنها را عنوان شهروندان جهان بپذیرید. در دهه 80 کل مردم دنیا و بسیاری از دولت ها و آرمان‌های بین المللی با بایکوت دولت نژادی آفریقای جنوبی به انقلاب مردمان کشور کمک موثری کردند. اکنون نوبت رژیم آپارتاید جنسیتی در ایران است. جمهوری اسلامی را مانند رژیم آفریقای جنوبی در جهان بایکوت و طرد و منزوی کنید. مردم ایران است. زنده باد زن، زندگی، آزادی، مرد بر جمهوری اسلامی. Oh!